چه خبر بچه‌ها، امیر توسلی هستم. امیدوارم چایتون دستتون باشه و حالتون خیلی خیلی خوب باشه. بچه‌ها اگه راستش بخواین امروز حال من خیلی خیلی خوب نیست، ولی امیدوارم حال شما بازم خوب باشه. یه خبر جدید اومده که قراره اینترنت ایران قطع بشه و تو این ویدیو قراره توضیح بدم که این چه ربطی به یوتیوب داره، آیا بقیه یوتیوبرام فعالیتشون قطع میشه، آیا شما هنوز میتونین دسترسی داشته باشین به یوتیوب یا به اینستاگرام و کلا اینترنتی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم. خبر از اونجا میاد که یه قانون جدیدی میخوان بذارن با سیا 4 بند. این خبر رو من از موبو نیوز شنیدم، کانالش هم توی لینک دیسکریپشن میذارم. برای بریم این ویدیو رو با هم مرور کنیم ببینیم این چه معنی داره و متاسفانه تو این ویدیو در مورد یوتیوب صحبت نکردن. من خودم رفتم یکم تحقیق بیشتری کردم، پیج تلگرامی هم پیدا کردم با کل این سیا 4 بند که اونم تو دیسکریپشن میذارم. آریا کوکسر و چند تا از یوتیوبرهای دیگه هم اینا تو استوریشون شیر کردن و ممکنه تا 2-3 سال دیگه اصلا کلا اینترنتی که ما الان میشناسیم وجود نداشته باشه. و آخر ویدیو هم بهتون توضیح میدم امین آرمی چند تا کار هست که ما میتونیم انجام بدیم که کمک کنه این اتفاق پیش نیاد، به غیر از اینکه دکمه لایک برای الگوریتم یوتیوب بزنیم. بریم سراغ این ویدیوی موبو نیوز. دقیقاً تو همین مقطعی که تو استوریای هممون به حق حرف از خوزستان هست، یه طرحی داره تصویب میشه که دیگه تو 2-3 سال آینده هیچ چیزی از این اینترنتی که امروز میشناسیم باقی نمیمونه. یا حضرت عباس، طرح به اصطلاح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. طرحی که توش 34 تا بند داره و تمام خلاهای قانونی که برای فضای مجازی و حوزه دیجیتال وجود داره رو میخواد پوشش بده. ما قبول داریم که توی فضای مجازی و توی زمینه دیجیتال پر از خلأ قانونیه، اما همه اینا باید اصولی و درست انجام بشه، نه با این طرحی که همه چیز توی یه دونه قانون گنجونده بشه. قبول دارم واقعا این حرفشو نکنیم، مثل اینه که چند تا وبسایت الان هست، خب مثلا فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، وبسایتی که ما الان همه ایرانیام استفاده میکنن، کلا همه جهان استفاده میکنه. نمیشه یه قانون بیاد کل این وبسایت‌های مختلفو بخواد کنترل کنه و قانون خودش روشون بزنه و بگه آقا ما اصلا از گوگل خوشمون نمیاد، همه برین اینا به جاش استفاده کنین. گوگل جدید میشه مثلا پوگل. بذارم مثال میبرم و کلا فقط یه قانون باشه که همه این وبسایت‌های بزرگا بتونه کنترل کنه برای آدمای ایرانی و واقعا فر به نظر نمیرسه. سالیان سال بعد براش زیرساخت درست میشده، الان فقط با یه طرح بخواد اجرا بشه. اتفاقی که داره میفته اینه که یه کمیسیون تشکیل شده که یه خیلی اختیارات عجیب غریب در اختیارشون هستش که هر کاری میتونن باهاش بکنن، هر بیزینسی هم از کوچیک و بزرگ رو میتونن جلوشو بگیرن، متوقف کنن، نظر بدن، قانون براش تصویب بکنن و کلی اتفاقاتی که حتی به ذهنمون هم نمیرسه. تو یکی از تبصره‌هاش اومده که اگر یک وبسایتی 1% از ترافیک کاربران اینترنت ایران رو داشته باشه، خدمات پایه کاربردی محسوب میشه. واقعا این چه قانونیه؟ من بندهای مختلفش هم میگم، لینکش میذارم داخل این ویدیو اگه کسی علاقه داره بره هر سیا 4 بنده بخونه، ولی این ویدیو خیلی خوب توضیحش میده. یکی دیگه از بندهاش رصد و پایش گذرگاه اطلاعات مرزیه. یعنی چی؟ یعنی هر سرویسی بخواد داخل ایران خدمات خودش رو ارائه بده، باید بیاد توی ایران و خودش رو ثبت بکنه. مثلا گوگل، فیسبوک، یاهو، مایکروسافت، همشون اول از همه باید بیان ایران. اینجاست که آدم باید بگه یا حضرت عباس. گوگل بخواد بیاد فعالیت کنه تو ایران، گوگل یا ادیکی رفسه که بیاد ایران مجوز بگیره و کلا فقط بهش 4 ماه مهلت دادن که بیاد این مجوز بگیره و میدونم نوشته که اگه مثلا دنگ و فنگانه داشت ماکسیمم 8 ماه اجازه میدن که بیاد این مجوز بگیره، که نمیاد گوگل اصلا این کار رو انجام بده. امیدوارم که این اتفاق نیفته. ممکنه برای یوتیوبرهای مثل من، بقیه یوتیوبرهای مورد علاقه شما خطری داشته باشه، ولی میگم این هنوز ارائه نشده. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که تا میتونیم اطلاع رسانی کنیم به صورت کاملا قانونی. فیلتر هم نمیشن آقا، بعد میومدن مجوز بگرفتن، حالا دیگه نیومدن، دیگه ما فیلترش نکردیم، ما مسدودشون کردیم چون خودشون نیومدن. اینا بهتون بگم که گوگل یوتیوب رو اون میکنه، یعنی یوتیوب مال گوگل هست، اگه گوگل بره یوتیوب هم به همراهش میره و تو این ویدیو این گفته نشد، میخواستم شفافش کنم. یکی دیگه از بندهاش که خیلی جذابه اینه، سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی باید بیشتر از سهم ترافیک خدمات کاربردی، یعنی خدمات پایه کاربردی خارجی باشه. یعنی چی؟ یعنی ترافیکی که توی پیام‌رسانه‌های داخلی داره اتفاق میفته باید بیشتر از ترافیکی که روی پیام‌رسانه‌های خارجی اتفاق میفته باشه. اگر اینجوری نباشه، میان پهنای باند و ترافیک پیام‌رسانه‌های خارجی رو کم میکنن. مثلا به اینستاگرام 0.3%
پهنای باند خارجی رو اختصاص میدن، به واتساپ 0.2% پهنای باند خارجی. یعنی این کارا کنن اصلا نمیتونی اینترنت رو استفاده کنی برای چیزایی مثل اینستاگرام، واتساپ، گوگل، یوتیوب. فیلترش نمیکنن ولی دیگه اینستاگرام باز نمیشه، واتساپ دیگه باز نمیشه، یا اگه باز بشه شما الان بگید سلام 40 دقیقه دیگه به طرف مقابلتون میرسه سلام. نمیدونم چرا میخندن. اینجوری خیلی راحت بدون اینکه فیلتر بکنن این اپلیکیشن ها از دسترس خارج میشه. این قانون داره تصویب میشه که این کمیسیون حق این رو داره که دیگه خیلی شیرین بیاد پهنای باند اپلیکیشن های خارجی رو محدود بکنه. این اتفاقیه که داره میفته. چند تا خواهش ازتون دارم. یکی اینکه حتما برید طرح کامل رو ببینید، بند به بندش پر از اتفاقات و قوانین و طرحایی که بچه بند کاملش تو زیر این دیسکریپشن این ویدیو نبود ولی من پیدا کردم از تلگرام براتون میذارمش توی لینک دیسکریپشن. و الان خیلی پنیک نشین، من خودم تا خوندم کلا خیلی استرس شدم. یکم چای بزنین. خدایا من بعد از حرفای ایشون هم چند تا حرف دیگه دارم در مورد اینترنت ماهواره‌ای و اینکه اصلا میشه این کارو انجام داد یا نه که براتون توضیح میدم. اول بریم اساس داستانو بفهمیم. یه دونه کارزاری وجود داره که میتونی برید امضا جمع بکنید برای اینکه این طرح بازنگری بشه. اگه یوتیوبر دوست دارین، یوتیوبرها رو دوست دارین، اینستاگرام کلی بیزنس هست تو اینستاگرام که الان به خاطر این ضرر میدن و اصلا بسته میشن، نابود میشن و واقعا حقشون نیست. چند سال آدم زحمت میکشه پیجشو میاره بالا، ازش داره نون در میاره و اینکه یوهوی بسته بشه اینجوری اصلا عادلانه نیست. برای همین من هم لینک اون قانون رو میذارم، هم لینک اینکه کجا میتونین امضا کنین نمیذارم. آدم واقعا ناراحت میشه این کامنت رو میخونه. یکی نوشته کره شمالی میشیم، پیش به سوی کره شمالی شدن. یکی دیگه نوشته فکر کن نماینده گوگل یا مایکروسافت بیاد بره تو کمیسیون مجلس بشینه حرف بزنه، که 363 تا هم لایک گرفته. ولی خیلی ها از اینترنت ماهواره‌ای میگن، مثلا یکی نوشته اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک جور میکنیم. یه نکته در مورد اینترنت ماهواره‌ای بگم، اصلا اونجور نیست که تصورشو میکردیم یا خود من میکردم. یه لحظه به این وایس که تو تلگرام پیدا کردم گوش کنین. سلام، من عادل طالبی هستم و در این فایل صوتی میخوام به یک دیگه از پرسش‌هایی که مطرح کردی درباره این طرح به اصطلاح سیانت از حقوق کاربران پاسخ بدم. در فضای مجازی تعداد زیادی پیام داشتم بعد از انتشار اون پیشنویس و همینطور فایل صوتی که منتشر شد. یه نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره این هست که تعداد دوستان گفتن خب الان اینا بخوام ببندن مثلا اینترنت عادی رو، اینترنت ماهواره‌ای میاد و چشمشون کور و دندشون نرم و از این صحبت ها. ببین واقعیت اینه که اینگونه نیست. اولا ما طبق مستنداتی که هست و چیزایی که خودشون اعلام کردن بحث استارلینک و غیره، حداقل 18 ماه فاصله داریم تا اون اینترنت بیاد و مستقر بشه. این یک. دو، در زمان استقرار طبق اعلامی که شده از کشورها اینها مجوزهای خودشون رو خواهند گرفت. حالا ممکنه که از ایران مجوزی نگیرن، اینو من قبول دارم، ولی برای کشورهای دیگر مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا سایر کشورها که بقیه قاره‌های جهان، اینها از خود کشورها هم مجوز میگیرن و هماهنگی‌های خواهند داشت، ولی احتمالاً از ایران این مجوز گرفته نشه و این برقرار بشه. منتها نکته مهم نکته فنیشه. اولا نصب این آنتن‌ها با نصب آنتن ماهواره تفاوت داره. مثل آنتن ماهواره نیست که مثلا چه میدونم عادل طالبی هم بره بالا پشتمون یه خورده این ور اون ور کنه و دیک دیک بکنه و دستگاهی هست واسه میکنه بی بی میکنه واسه میکنن و در واقع نشونه گذاری میکنن و مسیریابی میکنن. اونطوری نیست، چون هم سند داره هم ریسیو داره. با آنتنای معمولی و در واقع تجدید معمولی نمیشه این کارو کرد. براتون یه جورایی این وایسا خلاصه میکنم. همونجوری که شنیدین اولا 18 ماه طول میکشه تا اصلا بخوان این اینترنت ها بیارن. یه قسمت دیگه هم میگفت خیلی قیمتش گرونه. مثلا الان شما تو ایران برای اینترنت مثلا فوقش 100,000 تومان میدین، 150,000 تومان میدین. این بخواد این اینترنت ماهواره بیاد به قیمت دلار بعد بدین، شاید چند میلیون، شاید 400,000 تومان تا 2 میلیون و نیم در ماه فقط بعد پول اینترنت بدین. و این نیست که همه آدمای معمولی بتونن از این استفاده کنن. شاید چند تا از شرکت‌های بزرگ بتونن این درآمد داشته باشن و بتونن 2 میلیون بدن برای اینترنت در ماه. یه قسمت دیگه شم اینه که راحت میتونن این اینترنت های ماهواره یا لوکیت کنن، بدونن کجا قرار گرفته و برن اونا رو وردارن. قانونی هم هست، میتونن برن این کار انجام بدن. مثلا طرف کلی هزینه کرده میلیونی این ماهواره، اینترنت ماهواره نصب کرده، داره پولش میده و یه روزی بلند میشه میبینه که اینترنت نیست و به خاطر این دلیلا به مشکل های زیادی برمیخوریم که ممکنه برای خیلی از آدمایی تو اینستاگرام، تو یوتیوب، تو گوگل فعال میکنن
گرون تموم شه، مخاطب خودشون از دست بدن، کسی دیگه دوست نداره مثلا میلیونی بخواد پول بده که بره تو اینستاگرام. و تا بیاد این اینترنت ماهواره جا بیفته، تو وایس گفته بود ممکنه 5 سال طول بکشه و این نیست که راحت بگیم خب اینترنت ماهواره میاد به جاش همه چی تمومه، اصلا نگران نباشین. بچا این اخبار خیلی داغه، من خودم هم همین امروز فهمیدم. اگه چیزی شد حتما آپدیتتون میکنم توی اینستاگرام. اگه میخواین اینستاگرام منو اینجا میتونین فالو کنین، امیر.توسلی. خوشحال میشم نظر شما هم تو کامنت ها بگم، حتما لینک دیسکریپشن هم یه نگاهی بندازین. چای مثل همیشه فراموش نشه. عاشقتونم، فعلا پیس.